10 secrets your mom never told you. 10 راز که مادرت به تو نگفت. You made her cry a lot. تو باعث شدی او گریه کند بارها و بسیار زیاد. She cried when she found out she was pregnant. او وقتی پی برد که حامله است گریه کرد. She cried as she gave birth to you. او وقتی تو را به دنیا آورد گریه کرد. She cried when she first held you. او اولین باری که تو را بغل کرد گریه کرد. She cried with happiness. او با خوشحالی گریه کرد. She cried with fear. او با هراس و ترس گریه کرد. She cried with worry. او با نگرانی گریه کرد. She cried because she feels so deeply for you. مادر گریه کرد چون حس عمیقی به تو دارد. She felt your pain and your happiness and she shared it with you, whether you realized it or not. مادر درد و خوشحالی تو را حس و لمس کرد و آنها را با تو همراه و شریک شد. چه تو متوجه شده باشی یا نه؟ She wanted that last piece of pie. مادر خودش آخرین تکه شیرینی پای را می‌خواست. But when she saw you look at it with those big eyes and lick your mouth with that tiny tongue, she couldn't eat it. اما مادر وقتی دید که تو داری به شیرینی با آن چشم‌های درشتت نگاه می‌کنی و با آن زبان کوچکت دهانت را می‌لیسی، نتوانست شیرینی را بخورد. She knew it would make her much happier to see your little tummy be filled than hers. مادر می‌دانست که دیدن سیر شدن شکم کوچک تو با سهم شیرینیش او را بیشتر خوشحال خواهد کرد. It hurt. درد داشت و درد کشید. When you pulled her hair, it hurt. وقتی موی مادر را کشیدی، درد داشت. When you grabbed her with those sharp fingernails that were impossible to cut, it hurt. وقتی مادرت را با ناخونهای تیزت که امکان کوتاه کردنشان نبود گرفتی، درد داشت. When you bit her while drinking milk, that hurt too. وقتی در حال شیر نوشیدن او را گاز گرفتی، آن هم درد داشت. You bruised her ribs when you kicked her from her belly. وقتی داخل شکمش بودی به دنده‌هایش لگد زدی و او را کبود کردی. You stretched her stomach out for 9 months. تو به مدت 9 ماه باعث شدی شکمش کش بیاید. You made her body contract in agonizing pain as you entered this world. تو برای به دنیا آمدنت مادر را مجبور کردی بدنش با درد بسیار شدید منقبض شود. She was always afraid. مادر همیشه می ترسید. From the moment you were conceived, she did all in her power to protect you.
از زمانی که مادر تو را باردار شد، همه توانش را به کار گرفت تا از تو محافظت کند. In your mother mind, no one could keep you as safe as she herself could. در ذهن مادرت هیچ فردی نمی توانست بهتر از خودش از تو نگهداری کند. Her heart skipped two beats with your first steps. وقتی که اولین قدمهایت را برداشتی، قلبش به ضربان شدید افتاد. She stayed up late to make sure you got home safe and woke up early to see you off to school. مادر تا دیر وقت بیدار ماند تا مطمئن شود تو به سلامت به خانه آمدی و زود بیدار شد تا مدرسه رفتن تو را تماشا کند. With every stubbed toe and little stumble, she was close by. با کوچکترین خمیدگی انگشتت و کمترین تلو تلو خوردنت، مادر نزدیکت و کنارت بود. She was ready to snatch you up with every bad dream or late night fever. با هر کابوس شبانه یا تب شبانگاهی مادر آماده بود که تو را در آغوش بگیرد. She was there to make sure you were okay. مادر کنار تو آماده بود تا مطمئن شود که تو حالت خوب است. She knows she's not perfect. مادر می داند که کامل و بی نقص نیست. She's her own worst critic. مادر جدی ترین منتقد خودش است و از خودش راضی نیست. She knows all her flaws and sometimes hates herself for them. مادر همه اشکالات خودش را می داند و گاهی از خودش برای اشکالاتش متنفر می شود. She's hardest on herself when it comes to you, though. اما به هر حال وقتی که صحبت از تو باشد، به خودش سختگیرترین است. She wanted to be the perfect mom, to do nothing wrong, but because she's human, she made mistakes. مادر می‌خواست که مادر کاملی باشد که هیچ اشتباهی نکند، اما چون او هم انسان است اشتباهاتی کرد. She's probably still trying to forgive herself for them. احتمالاً مادر هنوز هم سعی می‌کند که خودش را برای آن اشتباهات ببخشد. She wishes with her whole heart that she could go back in time and do things differently, but she can't. مادر با تمام قلبش آرزو می کند که می توانست به گذشته برگردد تا کارها را به گونه دیگر انجام دهد، اما نمی تواند. So be kind to her and know she did all her best she knew how to do. بنابراین با مادرت مهربان باش و بدان که او تمام تلاشش را تا جایی که می دانست و می توانست برای انجام کارها کرده است. She watched you as you slept. در حالی که تو در خواب بودی، مادر تو را نگاه می کرد. There were nights when she was up until 3 a.m. praying that you would finally fall asleep. شبهایی بودند که مادر تا ساعت 3 صبح داشت دعا می کرد که در نهایت تو فقط بخوابی. She could hardly keep her eyes open and she sang to you and she would beg you to please, please fall asleep.
مادر در حالی که داشت برای تو لالایی می‌خواند و به سختی چشمهایش را می‌توانست باز نگه دارد، التماست می‌کرد که لطفاً لطفاً بخواب. Then, when you finally fell asleep, she would lay you down and all her tiredness would disappear for a short second, and she sat by your bedside looking down at your perfect cherub face, experiencing more love than she knew was possible, despite her worn-out arms and aching eyes. بعد در نهایت وقتی خوابیدی، تو را خواباند و با چند ثانیه در کنار تو دراز کشیدن همه خستگیش در رفت و در حالی که کنارت نشسته بود و علی‌رغم بازوان خسته و چشمان سوزانش به صورت کودکانه‌ات نگاه کرد و بیشترین عشقی که او می شناخت و ممکن بود را تجربه کرد. She carried you a lot longer than 9 months. مادر بسیار بیشتر از 9 ماه تو را حمل کرده است. You needed her too, so she did. مادر هم همانطور که تو به او نیاز داشتی، به تو نیاز داشت. She would learn to hold you while she cleaned. مادر باید یاد می گرفت که وقتی تمیزکاری می کند چطور تو را نگه دارد. She would learn to hold you while she ate. مادر باید یاد می گرفت وقتی غذا می خورد چطور تو را نگه دارد. She would even hold you while she slept. مادر حتی وقتی که خواب بود تو را نگه می داشت. Because it was the only way she could sometimes. چون آن تنها راهی بود که گاهی ممکن بود و او می توانست. Her arms would get tired, her back would hurt, but she held you still because you wanted to be close to her. بازوانش خسته می شدند، پشتش درد می گرفت، اما با این وجود تو را نگه می داشت چون تو می خواستی که به او نزدیک باشی. She snuggled you, loved you, kissed you and played with you. مادر تو را در آغوش گرفت، به تو عشق ورزید، تو را بوسید و با تو بازی کرد. You felt safe in her arms. تو در آغوش و بازوان مادر حس آرامش را تجربه کردی. You were happy in her arms. تو در بازوان مادر خوشحال بودی. You knew you were loved in her arms. تو می دانستی که در آغوش مادرت از عشق سیراب می شوی. So she held you as often and as long as you needed. بنابراین مادر تو را نگه داشت بیشتر اوقات و تا وقتی که تو نیاز داشتی. It broke her heart every time you cried. هر بار که گریه کردی قلب مادر شکست. There was no sound as sad as your cries or sight as horrible as the tears streaming down your perfect face. در ذهن مادر هیچ صدایی به غمگینی صدای گریه تو یا هیچ تصویری به وحشتناکی اشکهایی که از صورت بی‌نقص تو پایین می‌غلطیدند وجود نداشت. She did all in her power to stop you from crying, and when she couldn't stop your tears, her heart would shatter into a million little pieces. مادر تمام توانش را برای متوقف کردن گریه‌ات به کار گرفت و وقتی نتوانست اشک‌های تو را بند بیاورد، قلبش به میلیون‌ها تکه پرپر شد.
She put you first. مادر تو را در اولویت قرار داد. She went without food, without showers, and without sleep. مادر بدون غذا، بدون حمام و بدون خواب سر کرد. She always put your needs before her own. مادر همیشه نیازهای تو را قبل از نیازهای خودش قرار داد. She would spend all day meeting your needs, and by the end of the day, she would have no energy left for herself. مادر تمام روز را صرف برآوردن نیازهای تو کرد و در پایان روز برای خودش انرژی نمانده بود که به نیازهای خودش برسد. But the next day, she would wake up and do it all over again because you meant that much to her. اما روز بعد، مادر بیدار می شد و دوباره همان کارها را برایت می کرد چون تو به همان اندازه برای او ارزشمند بودی. She would do it all again. مادر همه آن کارها را دوباره انجام می دهد. Being a mom is one of the hardest jobs anyone can do, and it will take you to your very limits sometimes. مادر بودن یکی از سخت ترین کارهای ممکن است که فردی بخواهد انجام دهد و مادر بودن گاهی تو را تا آستانه محدودیت‌هایت می‌برد. You cry, you hurt, you try, you fail, you work and you learn. به عنوان یک مادر تو میگری، صدمه میبینی، سعی میکنی، شکست میخوری، کار میکنی و یاد میگیری. But you also experience more joy than you thought was possible and feel more love than your heart can contain. اما تو به عنوان یک مادر بیشتر از لذتی که بتوانی فکرش را بکنی و ممکن باشد و اینکه قلبت بتواند آن حس لذت را در بر بگیرد تجربه می‌کنی. Despite all the pain, grief, late nights and early mornings you put your mom through, she would do it all again for you because you are worth it to her. علی‌رغم همه درد، اندوه، شب بیداری و زود بیدار شدنها که تو مادرت را مجبور به تحمل آنها کردی، او دوباره آن کارها را به خاطر تو انجام می دهد چون تو ارزشش را برای او داری. So next time you see her, tell your mom thank you. Let her know that you love her. She can never hear it too many times. بنابراین دفعه بعدی که مادرت را دیدی به او بگو سپاسگزاری. بگذار او بداند که عاشقش هستی. مادرت هر چقدر که از تو بشنود که عاشقش هستی، باز هم برایش کافی نیست.